خب تو آموزش قبلی روی بافت پوست یا قسمت های فرکانسی سپریشن کار کردیم. وارد قسمت دوم میشیم و الان میریم سراغ قسمت هایی که قبلا توی روتوشمون کار نکردیم. اگر دقت کنین خیلی جزئیات کمی ما از عدم یک نواختی پوست داریم. توی دوره مقدماتی یا روتوش فرکانسی اگر دیده باشیم ما منطقه رو انتخاب میکردیم و فیلتر گوسیان بلور رو روش اعمال میکردیم و اون منطقه تغییر میکرد. خب به چه صورت؟ من مثلا لو فرکانسی رو کنترل جی میزنم، اتفاقی که میافتاد میومدیم حالا منطقه انتخاب، مثلا چنین قسمت رو انتخاب میکردم، میومدم روی فیلترها، بلر، گوسیان بلور رو روی منطقه میزدم به مقداری که یک نواخت بشه و این سایه اطراف ایجاد نشه. خب نکنین به مقدار خیلی کم میکنم فیلتر اعمال نشد روش، بلر کنترل نقطه برش گذاشتیم، یکم بیشتر میکنیم قسمت رو تا رو ببینیم. کنترل اچ رو میزنم که منطقه انتخاب شده رو نبینم. منطقه انتخاب شده هستین اگه من الان برم جلوتر میبینین منطقه به چه صورت قرار داره. خب نکنین منطقه به صورت یک دست در میاد. بذاریم من یک جای دیگر رو براتون تست کنم که کامل و واضح ببینید مثلا چه این قسمتی رو لزاتور رو برمیداشتیم میومدیم انتخاب میکردیم که بافت و تکسچر رو حالت یکسانی داشته باشه، از مجموعه بلر گوسیان بلر رو انتخاب میکردیم. خب ببینید تصویر قبلی و تصویر جدید. الان هم میتونید به همون روش کار کنید، ولی اگر بخواید یک روش دیگه هم بهتون بگم اینه که از هیلینگ براش استفاده کنیم. به چه صورت؟ من یک کپی گرفتم چون لایم به صورت سمارت نیست و ممکنه خراب بشه که مشکل نداشته باشم. میام ابزار هیلینگ براش رو برمیدارم، هر جا که لازم میبینم، حالا توی تنظیماتم هاردنس رو کم میکنم، مابقی تنظیماتم که روی کارنت لیر و مود هم نرمال، هر جا که میبینم تغییراتی باید اعمال بشه از نظر رنگ‌بندی اون رو اعمال میکنم. خب همینجا هم میتونید از قسمت همون گوسیان بلر استفاده کنید. اینجا الان توی روتوش فرکانسی اتفاقی که میفته شما دیگه مشکلی برای کار کردن با قسمت بافت و رنگ پوست ندارید. کاملا جداست. این من الان دارم روی رنگ کار میکنم، بافتم جداست. خب کنترل زد یادتون باشه هر موقع اشتباه کردین سعی برگردین. اتفاقی که اینجا افتاد من چون به لبه نزدیک شدم تاثیر رو از لبه گرفتم. برای این کار حواستون باشه به لبه کار زیاد نزدیک نشه. اونها رو با ابزار دیگه‌ای که الان بهتون معرفی میکنم کار میکنیم. خب یادتون باشه ما روتوش میکنیم که جزئیات رو حفظ کنیم و معایب رو برداریم. حالا معایب ممکن اشکالات نورپردازی باشه، سایه ها باشه یا موارد دیگه. پس سعی کنید زیاد دست به حذف نزنین. جایی که لازمه کار طوری که میخواین انجام بدیم. این قسمت الان جهت حرکت قلمتون یا موستون هم توی این کار مهمه. شما وقتی دارین کاری رو انجام میدین
سعی کنید تو جهتی انجام بدین که به کارتون هم راستا باشه و خود به خود این تاثیر رو توی طراحیتون هم میبینید. زیر چشم رو هم همینطور میبینید، بخاطر نمونه گیری یا سمپل گیری از یک جای بیرونه. خب قبل و بعد رو میخوام ببینین. با اینکه تغییرات خیلی کمه ولی باعث یک نواختی و بافت بهتر پوست و نور رنگ بهتر شده. من سعی میکنم تمام تغییرات رو همینجا انجام بدم. حالا اگر خیلی طولانی شد فیلم رو سریع میکنیم تا اذیت نشیم. به همین تغییرات کوچیک کمک میکنه شما با تصویر بهتری مواجه بشین. اینجا رو بعدا با گزینه های دیگه کار میکنیم. فعلا من بله تند میخوام کار کنم، بهتر کار رو خراب میکنم. همون آهسته کارمون رو انجام میدیم. خب برای پشت هم به همین صورت من جاهایی که لازمه این کار رو انجام میدم. به لبه نزدیک نشیم. یک نواختی پوست رو یواش یواش مشاهده میکنیم. به لبه ها نزدیک نشیم. فاصله بگیریم. موس من کمی سرعتش زیاده برای این کار. برای همین. ببین من همزمان برای روتوش این عکس هم از قلم دیجیتال استفاده کردم. هم از موس. به خاطر اینکه آموزش رو دو دسته دارین میبینین. هر کدوم از کسانی که مثلا قلم دیجیتال ندارن بدونم با موس هم میشه این کار رو انجام داد. حرکت های قلم دیجیتال خیلی راحت تره. من اینجا رو خیلی سریع تر میتونم با قلم دیجیتال کار کنم، ولی خب با موس کار میکنم تا ببینین به چه صورته. برای روتوش نقاشی دیجیتال اصلا کلا اگر شما از موس رو بذارین که قلم دیجیتال کار کنین، برای هر کاری دیگه با همون قلم میتونین کار کنین. اگر که قلم دیجیتال هم تصویری باشه دیگه با موس کار کردن براتون سخت میشه. جهت حرکت من رو نگاه کنین. من همینجا که دارم کار میکنم جهت حرکتم در راستای عموده، در جهت حرکت اون اندام هست. یعنی مثلا اگر من میخوام اینجا این کار رو انجام بدم مجدد در همین راستا. خب یک قسمت اینجا موس رو کوچیک میکنم، نشانگر رو، تا جاهایی که لازمه رو اون یک نواختی رو بهش اعمال کنم. اینجا اگر سیاهی اینجا رو همینطور و کمی هم بیم این قسمت. زیاد دست نمیزنم. این قسمت رو هم کمی روشن‌تر کردم. خب حالا تصویر رو به صورت کلی ببینیم. از صورت خیلی بهتر و تمیزتر شد. سایه ها کمک کرد. هرچی شما با مقواس نورپردازی بیشتر آشنا باشین توی این کار بهتون کمک میکنه. دست، پشت و گردن. دیگه که ما اینجا انجام میدیم استفاده از میکسر براشه. میکسر براش رو شاید خیلیتون بشناسین و خیلی اصلا استفاده نکرده باشین. میتونین توی آموزش های مقدماتی من توی پک جادوی فتوشاپ ببینید. اینجا توضیحات خیلی خلاصه میدم.
ببینید تو این قسمت میتونید خب براشتون انتخاب کنید. من از یک براش معمولی استفاده میکنم که هاردنسش صفر باشه. توی قسمت میتونید براش خاصی رو لود کنین، یا اینکه یعنی اون سر قلم از رنگ خاصی لود بشه، یا کلین بزنین. خب وقتی کلین میزنیم بعدا خودمون انتخاب میکنیم. قسمت بعدی میتونه گزینه که میزنین زمانی که میخوایم کار رو انجام بدیم براش رو میاد هر دفعه لود میکنه. مثلا من کمی فلو رو ببرم بالاتر که یه چیزایی رو به شما نشون بدم. شما با هر بار یک بار که انتخاب میکنین میتونین این براش رو لود کنین. خب و رنگ آمیزی انجام بدین روی کار. بذار من هیستوری رو بزنم که مرحله اشتباه میکسر براش رو اصلا هیچیش رو انگار استفاده نکرده باشیم. خب من این رو بذارم روی کلین براش، این گزینه رو فعال میکنم که هر دفعه لود بشه. قسمت بعدی کلین براش افتر ایچ سروکه که لازم نیست، چون ما خودمون با کلید آلت این کار رو انجام میدیم. توی قسمت بعدی کاری که میخوایم انجام بدیم انتخاب گزینه های مختلفه که هر کدوم از اینها رو انجام بدین یه سری تنظیمات برای گزینه های پیش رو ما داریم. من روی کاستوم میذارم، تنظیماتم به هم خورد. کاری که انجام میدم اینها رو کاستوم انجام میدم. میام قسمت ویت رو روی 20% میذارم، مقدار خیسی کارم مثلا چقدر باشه. نیکنین الان اگه این بیشتر 100% باشه به این صورته، و اگر روی مقدار کمتر باشه به صورت خشکتر این کار رو انجام میده. این حالت تری رو نداره. میبینین حالا من دوباره روی 100 بذارم. این تأثیرات رو میتونین توی کار ببینین. خب من روی 20-15% میذارم. قسمت لود مقدار رنگی که بر میداره هر دفعه، مقدارش زیاد لازم نیست باشه، بین 10-15% بستگی به خودتون داره که چقدر مقدار باشه. خب من میذارم روی 10%. قسمت میکس مقدار میکس کردن رو میگه. زمانی که میکس هم زیاد باشه نیکنین رنگ ها با هم ترکیب میشن، ولی اگر میکس رو کم کنم هیچ رنگی مخلوط نمیشه. مقدار میکس این رو هم میذارم روی 20% که رنگ ها به همون ترتیبی که میخوام کمی با هم ترکیب بشن. خب قسمت بعدی فلو هست که قبلا کار کردیم توی براش، میدونین چه کاری انجام میده. مقدار تاثیر رو تغییر میده. شما وقتی که رو 100% باشین تاثیرش خیلی بیشتر و زیادتر خواهد بود. خب با پنل هیستوری اومدیم عقب و میایم سراغ همین میکسر براش. خب گزینه های دیگر رو هم فعلا دست نمیزنیم. حالت قلم فشاری هم اگر با قلم فشاری کار میکنیم فعال باشه، تو حالت موس هم فعال باشه، حداقل اگر وصل شدین دیگه مشکلی نداره. خب روی لایه مورد نظریم یک رنگ رو انتخاب میکنیم. من هر جا که کلیک کنم رنگ همون قسمت انتخاب میشه. رنگ رو انتخاب میکنیم، روی کارم میکشم. اگر درصد کارتون زیاد بود حتما کم کنیم. من فلوریادم رفته روی 5% بذارم. کمی قلمو رو بزرگ میکنم و این قسمت ها رو بر اساس همین ابزار کار میکنم. پس هیلینگ براش میومد سمپل منطقهی برمیداشت، ولی اینجا ما سمپل رنگ داریم. اتفاقی که میفته اون رنگ رو میاد تو کار من میکس میکنه و یه حالت یک نواختی رو ایجاد میکنه. یادتون باشه روش های مختلفی برای این هست که یکی از روشش رو گفتم همون هیلینگ براش بود. روش دیگه استفاده از انتخاب کردن منطقه و رنگ ها رو ساده کردن بود یا محو کردن بود، بلر. الان هم که از این امکان داریم استفاده میکنیم. میتونید هر یک مدت یک بار نمونه یا سمپلتون رو با کار قبل مقایسه کنید. الان روی بینی تغییرات انجام دادم، میتونید اینها رو ببینید.
سایه ها رو سعی میکنم کمی کمتر کنم و اون حالت بعدشون رو بردارم، یعنی گوشه های لب. اینها رو دیگه شما با هیلینگ براش نمیتونستین انجام بدین، اینها رو نگه داشتیم که با این ابزار الان انجام بدیم. یادتون باشه نمونه رو از جای مناسبی بردارید. اینجا هم میتونیم همین کار رو انجام بدیم. نمونه گیرتون مهمه، پس با آلت جایی که میخواین نمونه رو ازش بگیرین انتخاب کنین، جایی که میخواین کشیده بشه نمونه رو بکشین. ببینین، پس با این کارها شما به اون جزئیات یا دیتیلی که میخواین میرسین. اگر میبینین کمی زمان طولانی میشه به خاطر که من همزمان دارم هم صحبت میکنم هم کار میکنم، ولی شما احتمالا این کار رو توی یک تایم کمتری بتونین انجام بدین. خب جایی هم که مهمه این قسمت هست. من اینجا کمی قلمم رو بزرگ میکنم، رنگ رو انتخاب میکنم و اون حالت میکسر براش رو میزنم. خیلی بهتر و تمیزتر کارم انجام شد. خب اگر جای دیگه هم مشکل رنگ بود میتونین این کار رو انجام بدین. خب من کمی اینجا رو سایز رو کوچیک کنم و آلت رو بگیرم و به این صورت کار رو ببرم جلو. هر روزم ترجیح میدم یک جاهایی مثل این قسمت ها رو با ابزارهای انتخاب برم جلو، بعد اصلاحات بعدی رو انجام بدم. مقدار بلر رو متناسب با کار تغییر میدم و اینکه به این صورت این قسمت پشت رو هم داشته باشیم. فراموش نکنید که کار کردن با یک ابزار اصلا منطقی نیست. شما با ابزارهای مختلفی که دارین کارهای متفاوتی میتونین انجام بدین و به این صورت این کار رو داشته باشین. خب من روتوش فرکانسی رو که تا الان انجام دادیم به نسبت تصویر قبلیمون میخوام مقایسه کنم. بیشتر چهره رو کار دارم و همون اون حالت چهره رو میتونین ببینین. پوست رو ببینین چقدر تمیز و دقیق داره از اون حالت به اصطلاح لکی لکی خودش خارج میشه. آموزش بعدی رو با ما باشین تا با ترفندهای بیشتری از این برنامه آشنا بشین.